والی جدید فاریاب و مردم فاریاب خدمت می کنم. ادامه اعتراض ها در فاریاب. معترضان امروز با نمایش تفنگ اعتراض کردند. عکس داوود لقمانی را برگردن سگ انداختند. حادثه ای که زندگی وحید مجدو را تغییر داد. حمله نیروهای هوایی از زمین و آسمان بالای خانه عبدالحمید خراسانی در پنجشیر. آخرین درخواست کمک اضطراری عبدالحمید خراسانی از مردم محل. ما به خاطر شما مبارزه میکنم، به کمکم بشتابید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. یک روز پس از معرفی رسمی محمد داوود لقمانی به عنوان والی فاریاب، اعتراض ها علیه این انتصاب در شمال افغانستان ادامه دارد. در این حال آقای لقمانی به بی بی سی گفت به مردم فاریاب اطمینان می‌دهد که در عرصه حکومتداری خوب، تأمین امنیت در شهر و ولسوالی ها، توسعه متوازن ولسوالی ها و بهبود وضعیت صحی یا بهداشتی و معارف طبق قوانین نافذه کشور کار خود را پیش می‌برد. او افزود هر آنچه در توان داشتم برای خدمت و مردم فاریاب به خرج میدهم. اما احسان قوانچ رئیس بخش جوانان حزب جنبش ملی افغانستان به بی بی سی گفت اعتراض آنها تا بازگشت آقای لغمانی به کابل و پذیرفته شدن خواستهای معترضان ادامه خواهد داشت. آقای قوانچ گفت آنها شکل اعتراضاتشان را از راه پیمایی به برافرازی تعداد بیشتر خیمه های تحصن و مسدود ساختن ادارات دولتی تغییر دادند. دیروز یک هیئت دولت محمد داوود لقمانی را در مقر لوای اول ارتش افغانستان رسما به عنوان والی فاریاب معرفی کرد. بدون بالا آن معترضان شب گذشته دومین خیمه تحصنشان را بر درب مقر لوای اول ارتش ملی در شمال افغانستان برافراشتند و امروز آنها چهار اطراف لوا را بستند. خیابان منتهی به مقر ولایت و لوای اول ارتش افغانستان نیز توسط اعتراض کنندگان مسدود است. در این حال باتور دوستم، عضو مجلس نمایندگان افغانستان و فرزند مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر عضو جنبش ملی، در صفحه فیسبوک خود نوشته است مردم خواهان تأمین عدالتند و در برابر هر گونه بی‌عدالتی و خودکامگی حکومت می ایستیم. معترضان در ولایت فاریاب با انتصاب والی جدید توسط رئیس جمهور افغانستان در این ولایت مخالفان و خواهان انتخابی شدن کرسی های ولایت، شهرداری و ولسوالی ها شدند. با والی جدید چرا مخالفت می شود؟ جنجال ها در فاریاب از زمانی آغاز شد که اداره ارگان های محلی افغانستان حدود 25 روز پیش اعلام کرد که محمد داوود به عنوان والی جدید فاریاب تعیین شده است. عنایت الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، از تصمیم اداره ارگان های محلی برای برکناری نقیب الله فائق والی پیشین فاریاب و تعیین محمد داوود به جای او انتخاب کرد، ورگ ریاست جمهوری را متهم به تحکیم دیکتاتوری کرد. آقای فرهمند از افراد نزدیک به مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان است. هرچند در ماده 141 قانون اساسی افغانستان آمده است که شهردار و اعضای مجلس شهرداری از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شوند، اما چون این کار تا کنون عملی نشده است. فاریاب یکی از ولایات مهم و نام در شمال افغانستان است که با ترکمنستان مرز مشترک دارد. نیروهای امنیتی افغان سالهاست در این ولایت مشغول درگیری خونین با گروه طالبان هستند. بخشی از جاده حلقه افغانستان که از این ولایت میگذرد به دلیل ناامنی همچنان ناتکمیل باقی مانده است. در این حال بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است هواداران مارشال دوستم در فاریاب امروز با خود سلاح حمل کردند. همچنان در جوزجان پرچم ترکمنستان را برافراشتند.
ابو مسلم شیرزاد روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: جنجال بر سر والی فاریاب، صدها تفنگدار آمی مارشال دوستم با حمل پرچمهای ترکستان در همایش اعتراضی، گماشته شدن داود لغمانی را به عنوان والی فاریاب غیر قابل قبول خوانده و خواهان دستور مارشال عبدالرشید دوستم جهت اقدامات بعدیشان شدند. در این حال ابو مسلم شیرزاد روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: تازه منبع از داخل ارگ می گوید محاسبه اشرف غنی در مورد مردم فاریاب عجولانه و اشتباه بود. داود لغمانی قرارگانشین روی دفتر ولایت را ندیده دوباره به کابل برمی گردد. در این حال سلیم پویا روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: فوری جدیدترین ویدیو امید خراسانی که در ولایت پنچیر همکنون در محاصره قرار دارد. خراسانی در این ویدیو میگوید که نیروهای هوایی به دستور امرالله صالح بالای او حمله کرده و تمام منطقه را در محاصره گرفتند. او میگوید که تا آخرین دم مقاومت خواهد کرد و از مردم محل میخواهد که برای کمک او بشتابند، چون او از حق این مردم دفاع میکند. کسی بالای خانه او حمله نکرده است. او از مردم پنچیر میخواهد که با او همکاری کنند. جزئیات بیشتر این خبر تا لحظات بعد خدمت شما تقدیم می شود. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه کشور معاون بورد اجرایی سازمان صحی جهان شد. وزارت صحت عامه روز سه‌شنبه 28 سور با اعلام این خبر گفته است که مجرو از سوی سازمان صحی جهان به عنوان معاون بورد اجرایی این سازمان برای 3 سال، یعنی 2021 تا 2024، به نمایندگی از افغانستان و کشورهای حوزه مدیترانه شرقی انتخاب شده است. طبق اعلام وزارت صحت عامه، معاون اجرایی بورد سازمان صحی جهان ضمن ارائه مشورت های لازم به سازمان صحی جهان در جهت جلب و جذب منابع بیشتر در کشورهای حوزه مدیترانه شرقی نقش موثر ایفا خواهد کرد. سرپرست وزارت صحت عامه از اعتماد رهبری سازمان صحی جهان برای انتخاب او در این سمت تشکری کرده و گفته است که برای بهبود عرضه خدمات صحی در کشورهای عضو این سازمان تلاش خواهد کرد. در بورد اجرایی سازمان صحی جهان وزیران صحت عامه 34 کشور عضویت دارند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگارو سرفراز باشید.